در مؤسسه دولتی قصر جوانان به نام لایق شیرعلی شهر خوجند نخست نمایش فیلمی از میلیون یکی برگزار گردید. پیش از آغاز نمایش تهیه‌گران، هنرمندان، کارگردان، نوار‌برداران و دیگران که در تهیه فیلم مذکور زحمت کشیدند از قالین سرخ گذشتند. در درآمدگاه تالار باشد برای تماشابینان دستورخوان آراسته شده، همچنین موسیقی به طور زنده صدا می‌داد. نمایش فیلمی از میلیون یک شومی روز 16 اکتبر در شهر خوجند صورت گرفت. پیش از آغاز نمایش کارگردان فیلم محی‌الدین مظفر ابراز داشت که هدف از تهیه فیلمی از میلیون یک این پیش از همه نشان دادن تاجیک موفق سید مراد دولتوف که سرگذشت عبرت آموز دارد عبارت می باشد. برای تهیه فیلم گروه کاری در عموم 4.5 سال زحمت کشیدند. پرودوسر فیلم از میلیون یک نظرک کیبایو گفت که نمایش فیلم از این پیش در شهر مسکو و آلماتو برگزار شده از جانب تماشابینان خوب قبول کرده شد. در تاجیکستان باشد پس از شهر دوشنبه نمایش فیلم در شهر خوجند و بعداً در باختر صورت گرفته سپس در دیگر کشورها دایر خواهد شد. Этот фильм это не фильм. Это фильм тренинг. Я уверена, что каждый из вас, если задаст вопрос себе в начале фильма, обязательно найдёт на него ответ. Этот фильм не про Саидмурода Давлатова. Этот фильм про каждого из нас. Потому что у нас у всех в жизни бывают моменты, когда мы падаем, и нужно собраться, встать и снова пойти в путь. Мы показали в фильме детство, юность и сегодняшний день главного героя. سید مراد دولتوف که قهرمان اساسی فیلم است گفت درباره به نوار گرفتن فیلم از سیاحت من از جانب کارگردان های معروف کشورهای روسیه، قزاقستان و دیگر دولت ها پیشنهاد ها نیز شده بود، ولی من تنها به محی‌الدین مظفر باور کردم چون که از تاجیکستان است و حیات تاجیکان مخصوصا مهاجران را نسبت به دیگر کارگردان ها بیشتر میداند. فیلم از یک چند جهت برای تماشابینان منفعت آور است. پس از تماشای فیلم تاثیرات بیننده درباره ملت تاجیک مخصوصا در کشورهای خارجه دیگر خواهد شد. نسبت خلق ما فقط نگاه دارند، گمان میکنند که خلق ما فقط مهاجره کردن میتوانند. ما خواستیم که قالب شکنیم. دویون این کلا یک تاثیر کلام میبیارد به حیات همه مهاجرهایی که در دولت های بیگانه کار کرده استودند. هر اکتیوه خودش میبیند، تقدیر خودش میبیند و ایها دیگر می شود، نقطه نگاهش دیگر می شود، از حیات کارسیا و می براید قسمان. بعضیشون امروز، بعضیشون یک روز پس، بعضیشون یک سال پس ارزو می کند و به خودش باورش زیاد می شود و از پس هنر آموختن و علم آموختن می شود. سیون پدر و مادر و خیش و تبار همون مهاجرا وقتی که می بیند این کنا بعد فهمش پیدا میکنند که هر یک دلاری که مهاجرا کار میکنند چقدر مشقت و تکرار کرده بر این جرای میکنند. فهمش و حرمت و احترام همون مهنت همون بچه ها دیگر میشد. سپس فیلمی از میلیون یک در شکل کینوتئاتری که 96 دقیقه را در بر میگیرد پیشکش بینندگان کرده شد. در نمایش تلویزیونی باشد فیلم مذکور در 5 قسم با نام پیرهه مربی در حجم 45 دقیقه پیشکش تماشابینان کرده می شود. باید گفت که در اول نام کاری فیلم نستاونیک یعنی مربی بود. مورد ذکر است که فیلم درباره صاحبکاری شناخته تاجیک، بیزنس ترینر بین خلقی، مؤلف اثرهای فلسفه مورچگان سید مراد دولتوف قصه می کند که چگونه دشواری های زندگی را از زمان کودکی تا امروز پسی سر کرده صاحب معلومات عالی و صاحب کار موفق گردد. در فیلم هنرمندان معروف کشورهای روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان بازی نموده. در مجموع فیلم مذکور با اشتراک 10,000 نفر به نوار گرفته شده است. بعد از نمایش فیلم گروه کاری، هنرمندان، تهیه‌گران و قهرمان های اساسی به صحنه دعوت گردیدند. قهرمان اساسی فیلم سید مراد دولتوف ذکر کرد که فیلم تنها درباره من نموده، مقصد از تهیه آن معرفی تاجیکان موفق در سطح بین الملل و در سطح بین خلقی نمایش دادن فیلم تاجیک، اینچنین دیگر نمودن نگاه خارجیان به تاجیکان مخصوصا مهاجران می باشد. همه خیلی زندگی کنید که کسی که شما بد می بیند، کسی که شما بد می گود، کسی که شما به دشمن است، ارزو کند که رفیقتون باشد.
طوری که تاکید گردید فیلم به زبان‌های انگلیسی، خطایی، اسپانی و دیگر زبان‌ها نیز ترجمه و پیشکش تماشابینان کرده می‌شود. در آخر تماشابینان امکان پیدا کردند که با قهرمان اساسی فیلم سید مراد دولتوف، رسم خاطره‌ای گرند، گزارش افضل باسلیف، عبدالستار براتوف، آزیا